شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه به سخنرانی آقای علی شاهنده، قاضی و عضو هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری در آغاز انقلاب در کنفرانس تجربه مصدق در چشمانداز آینده ایران و کنفرانس به مناسبت 50مین سالگرد تشکیل دولت مصدق تحت عنوان لوایح قانونی دولت مصدق و انگیزه های اجتماعی آن به همراه دکتر کریم لاهیجی که معرف و مسئول جلسه هستند توجه بفرمایید. دوستان عزیز، خانم ها آیان، بخش بحث‌انگیز، پرماجرا، حادثه‌انگیز و خطرناک دوران دولت دکتر مصدق، بخش دوم این دوران، یعنی از آغاز سال 1331 و یکی از پیچیده‌ترین، بحث‌انگیزترین بحث‌های این سال، مسئله اختیارات دکتر مصدق، درخواست اختیارات، بازتاب‌های اون و بالاخره لوایحی است که در چارچوب این اختیارات دکتر مصدق تنظیم می‌کنه خودش، از اونها که بیش از 222 لایحه نام می‌بره برای تشریح قسمتی از این لوایح. دوست دیرین من آقای علی شاهنده با شما به گفتگو خواهد نشست. در معرفی علی شاهنده بگویم که در روزگار جوانی که من متولد نشده بودم قاضی بوده و بعد وکیل عدلیه. علی شاهنده از گروه وکلایی بود که در حدود سالهای 45-46 گروهی رو به عنوان وکلای پیشرو در کانون وکلای دادگستری نمایندگی میکردن. این گروه از وکلا ضمن اینکه اعتقاد به استقرار کانون وکلا از حکومت داشتن، ولی برای این عقیده بودن که وکلا و کانون وکلا نمیتواند نسبت به مقدرات جامعه ایران به ویژه دادگستری ایران بیتفاوت باشد و اینها خب یک مبارزه شروع کرده بودن برای اینکه در آخره بتوانند مدیریت کانون وکلا رو بحنه بگیرن. بخشی از این وکلا در 1356 جمعیت حقوقداران ایران رو پایگذاری کردن. علی شاهنده از تأسیس کنندگان عضو شورای مرکزی و عضو هیئت اجرایی جمعیت حقوقداران ایران بود. در 1357 در اردیبهشت 1357 در انتخابات کانون وکلای دادگستری بالاخره این گروه وکلای پیشرو اکثریت رو از آن خودشون کردن. علی شاهنده هم به عضو هیئت مدیره کانون وکلا بود در این دوره و میتونید که در دو سال بعد دولت جمهوری اسلامی مانع از برگزاری انتخابات کانون وکلا شد و ماجراهایی که بالاخره برخی از اعضای هیئت مدیره به زندان رفتن و برخی هم ناگزیر از ترک ایران شدن و از جمله علی شاهنده. به پای صحبت علی شاهنده بنشید. تشکر از مستقیم. با درود فراوان به همه شما عزیزان که اینجا گرد آمدید، سخنان هم رو با تعظیم و تکریم به همه آنها که در راه رهایی بشر از چنگال جهل و فقر و ستم مبارزه کرده می کنند آغاز می کنند. در حقیقت در این مراسم گرد آمدیم تا با مصدق تجدید عهد کنیم و اگر آن چه اکنون بیان می کنم دور از آگاهی های شما نیست و با هم مروری برنامه می کنیم.
وظیفه که دوستان به عهده من گذاشتن نگاهی همراه با تحلیل فشرده به لوایح قانونی مصدر. اما انجام این وظیفه نه تنها مستلزم داشتن آگاهی های وسیع و همه جانبه درباره مسائل گوناگون اجتماعی و اقتصادی که در کوش و توان من نیست، بلکه فرصت بسیار زیادی که در اختیار گذاشته شده امکان تحلیل همه آنها را حتی تا آنجا که در کوش و توان دارم نمیدم. بنابراین ناگزیرم به بحثی کلی اکتفا کنم، آنم در فرصت که دارم. ضمناً این توجه میدم که چون که میدونید این لوایح قانونی بعداً به طور کلی به وسیله دولت بعدی دولت کودتا باطل شد، باطل اعلام شد. اما به گمان من مهمتر و اساسی‌تر از شکافتن هر یک از لوایح یافتن و انگشت گذاشتن روی تن اصلی آنها، انگیزه ها و خمیرمایه های آنها و آبشخور های فکری و عقیدتی آنهاست. لوایح قانونی مسلم جلوه‌گاه دو رگه اصلی شخصیت بود، یکی خصوصیات اخلاقی بود، دیگری آرمان های انسانی و عدالت خواهانی بود. برجسته‌ترین خصوصیات اخلاقی بود صداقت، یک رو یکی و یک رنگی بود و در میان گذاشتن مسائل با مردم، پایبندی به اصول و پرنسیپ هاش، فساد ناپذیریش، نه اشتباه ناپذیری بلکه فساد ناپذیری، اعتقاد به دانش و تجربه بشری و پیگیری کسب معلومات چنان که در خاطرات خودش رو برده. در خاطراتش برده که چیزی نگذشت که خود به کار مسلط شدن، ولی هرقدر در سالهای اول از این کار راضی بودم بعد دانستم که معلومات دیگری هم هست که در مکتب خانهای روز نیاوردم. بسیار افسرده به رسالت بودم و آن معلومات پی ببرم. در آن وقت هیچ چیز برایم اهمیت نداشت جز این که حقیقی بر معلومات خود بیفتاید و بعد از دولت استعفا میده از خدمت دولت و به تحصیل ادامه. دیگری از خصوصیات روشنبینی شد. نمونه بارز این روشنبینی رو هنگام طمع رضاخان قضا به ریاست وزرا در ریاست وزرایی به سلطنت چنگ میشه. بسیاری مرغوب و مجذوب این سلطنت رضاخان شدن، ولی چهره یک کلی استبداد رو در زیر چهره او ندیدن. اما مصدق این رو میبینه و در مجلس مخالفت فریاد برمیاره پادشاه فقط میتواند به واسطه رأی اعتماد مجلس یک رئیس الوزرا را به کار برماند. خوب اگر خواهش شمید که آقای رئیس الوزرا پادشاه بشوند و بعد در کارهای مملکتم دخالت کنند، شاه باشم، رئیس الوزرا باشم، فرمانده کل قوا باشم، بنده اگه سرم رو ببرم و تکه تکه هم کنم زیر را این حرفها نمیروم. اگر کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد، هم رئیس الوزرا، هم حاکم، این که ارتجاع صرف است، استبداد است، پس چرا خون شهدای راه آزادی را بی خود ریختی؟ چرا مردم را به کشتن دادی؟ افسوس که بسیاری از نمایندگان که نمایندگان نظام مشروطه بودن و مشروطه خواه این روشنبینی را نداشتند و به سلطنت رأی دادن و پیامده آنها را همان طور که مصدق پیش بینی کرده بود عیناً واقع شد و دید. و افسوس که بعد از 50 و چند سال در جنبش ضد استبدادی سال 57 بسیاری از تشنگان آزادی، حتی بسیاری از مدعیان رهبری سیاسی، استبداد مطلق و ارتجاعی و واپسگرایی تمام خونخوار را از پس پرده ظاهر فریب آزادی خواهی به اصطلاح روحانیت ندیدن و هنگامی که پرده پس رفت دیدن در چه راهی افتادن که سالهاست برای راهی آن رو با از آن مبارزه می کنند و سالهای بسیار لازم است تا از آن راهی آن. این از خصوصیات اخلاق رو مبنا بودن از مال دوستی و قدرت خواهی است. از زبان خودش بشنو من هم که تصور می نمیدم از زندگی متوسط اضافه دارم، سالهاست وقت بیمارستان رشنگه نمیدم و آنجا را مجانا و بلاعوض اداره می کنم و
من از زندگی متوسط تجاوز نمی‌کنم که از تجمل بیزارم و به چیزهایی که زاده از ما گهداری زندگیش عادت نمی‌کنم و از مردمان مفتار تنصر دارم. او در تمام دوران نخست وزیری حقوق نگرفت و حتی هزینه مسافرت‌های خود را از جیب خود می‌پرداخت و حتی هزینه مسافرت‌های نزدیکان خودش رو که برای کار دولت می‌برد عجیب می‌برد. آرمان‌های انسانی او در آخرین تحلیل به دو عنصر خلاصه می‌شد: وطن‌دوستی واقعی و عشق به عدالت. وطن‌دوستی در معنا و مفهوم واقعیش که از هموطن‌دوستی جدا نیست و حتی رکن اساسیش انسان ها هستند، چنان که انسان بی وطن قابل تصور است، اما وطن بی انسان متصوری است. وطن آمیزه است از سرزمین به انسان هایی که نسل ها و نسل ها با کار و کوشش خود آن را برای زندگی خود ساخت و پرداخت و وطن کردند. بنابراین وطن دوستی آمیزه است از دوست داشتن وطن و هموطنان. عشق به آب و خاک فارغ از عشق به هموطنان در مقوله عشق به مالکیت شخصی و بهره‌کشی مالکانه است، چه در محدوده و قلمرو کوچک چه به وسط یک کشور. مصدق حتی در مقام مالک غم کشاورزان رو داره. سخنان او در مجلس در پاسخ به روزنامه حاشیه‌ای که نوشته بود شما بزرگترین مالک کشوری و اغلب لوایح تقدیمی شما روی حفظ منافع طبقه مالکی نه یا این حقیقت است. او گفت خوب است به حساب اقلاق من رسیدگی کنم و بدانم که من برای جلب نفع زارع نبودم، من در آنجا خادم مردمان بیچاره بودم. زندگی من از اجاره چند مستقل اداره کنم. مقتضای این شیوه وطن‌دوستی توجه منافع ملی است، رفاه و امنیت فردی و اجتماعی شهروندان و پیشرفت جامعه از جهات گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مستلزم اولا استقلال وطن از تجاوز بیگانگان است، ثانیا استقرار دموکراسی و آزادی، ثالثا استقرار عدالت اجتماعی. او در حسه این اصحاب فعال و یک مبارزه اجتماعی دلیل است، نه گوشه سلامتی. با آنچه می توانست حتی بیان که توب بندی بیگانگان را به گردن نرد، عمری به رفاه و آسایش بگذراند، هرگز از مبارزه پا نکشید. مواردان در طول زندگی و نمایان است، از جمله تنها اشاره می کنم افزون به شرکت در جنبش مشروطیت، مخالفت با قرارداد تحت نمایگی 1919، مخالفت با سلطنت رضاخان، مخالفت با کشیدن راهان سوگلیشی استعماری، پرده برداشتن از جنایات رژیم استبدادی رضاشاه و تمدید خامنه‌ای قرارداد نفت، مخالفت با واگذاری امتیاز بیگانگان و سرانجام همت به ملی کردن صنعت نفت و قطع یل استعمار. در مجلس چهاردهم گفت من مأموریت موکلین خود را قبول نکردم و پا به این مجلس نگذاشتم مگر برای یک مبارزه مقدس با میل به مقصود عالی است. در سیاست داخلی برقراری اصول مشروطیت و آزادی و در سیاست خارجی تغییر از سیاست مواظبه منفی. این هدف من دو هست و خواهد بود و تا بتوانم برای رسیدن با مشاهدت خواهم کرد و دیدیم که تا پایان عمر بر سر پیمان مان و یک نم از آن پای نکشید و جان مال خود بسر آن گذاشت. و در این راه از هیچ نهراسید، از بخش و ناسزا و تهمت جا نزد. او همواره سخن نقد و پرمایه مادر را در گوش جان داشت که بهش گفته بود وزن اشخاص در جامعه به قدر شدایی نیست که در راه مردم تحمل میکنند. و چنان که در خاطرات خود آورده است آن را برنامه زندگی خیش قرار دادم و از آن به بعد هر فحش و ناسزایی که شنیدم خود را برای شدت به مملکت بیشتر آماده میدیدم. و تأکید میکنم صاحبان عقیده و ایمان نباید از مرگ هراس کنند، چه رسد به فحش ناکسان، چون که مصلحت اجتماع است. او با آگاهی به اینکه عدالت اجتماعی اولا حد و مرز مشخصی ندارد بلکه پروسه تاریخی است و تدریجی و نسبی در راه بی انتها، ثانیا تابع ظرفیت‌های جامعه یعنی شرایط عینی و ذهنی جامعه است، به دو اصل پابند است.
یکی اندیشیدن و مرگزدن شرایط و مختزیات زمان حال و برداشتن گام های سنجیده در بستر امکانات، دیگری لزوم مشارکت مردم در تامین سرنوشت خویش، یعنی در اتخاذ تصمیم در باره اداره امور و همچنین اجرای آن تصمیمات. او در همان مدت کوتاه نخست وزیری با وجود مبارزه سهمگینی که برای قطع دست استعمار و تحقق استقلال کشور با قدرت‌های بیگانه و مهمتر از آن با عوامل و مزدوران داخلی آنها و در رأس آنها شاه و دربار داشت، برنامه های همه جانبه را برای اصلاحات اجتماعی و بهبود زندگی مردم به پیش می‌برد. او هر برنامه را با توجه به درجه اهمیت آن و سپس سازماندهی آن با آنگاه تأمین منابع مالی و سایر امکانات را مطالعه می‌کرد و پس از تأمین امکانات مالی و سازماندهی آن را ارائه می‌داد. در امور سازماندهی با واقع‌بینی تأکید می‌کرد تشکیلات موجود و مقررات جاری را نباید از بین برد مگر آنکه مطمئن شویم تشکیلات و مقررات بعدی در صلاح جامعه تمام می‌شود نه به ضرر. از جمله در برنامه کمک به زندگی فردی اجتماعی کشاورزان 20% سهم مالکانه را در نظر می‌گرفت. در مورد بیمه کارگران 4% مزد کارگر به اضافه معادل 8% آن از کیسه کارفرما که هیچ یک خیالی و واهی نبود و یا به آینده‌های دور استناد نمی‌کرد و کسی رو دلخوش نمی‌کرد و کسی رو فریب نمی‌داد. اکنون اشاره به زوایای قانونی. چرا لوایح قانونی نه قانون؟ چنان که می‌دانید قانون مسبب مجلس است، اما حق امضا و اجرای لوایح پیش از تصویب مجلس ناشی از اختیاراتی بود که مجلسین در 20 مرداد 1331 به شخص دکتر مصدق نخست وزیر دادند تا برای سرعت در پیشبرد امور لوایح را پیش از تصویب مجلس یک مرداد جا در آورند و پس از 6 ماه برای تعیین ترتیب به مجلسین پیشنهاد کنند. این اختیارات به مدت 1 سال تمدید شد در این وقت چندگار خیانت نفس آن بکنید. علت درخواست اختیارات از مجلسین را از بیان مصدق در دفتر خاطرات رو بشن. بعد از 30 تیر که باز این جانب خود تشکیل دولت دادم، چون یکی از طرق مبارزه سیاست خارجی از طریق مجلس استانبول چنین به نظر رسید که هر قرد استکاک دولت با مجلس این کم شود، مبارزه سیاست خارجی از طریق مجلس این تا حد فرد شد. باز هم از رو بشنم. من نمیگویم لوایح قانونی هم جامعه تمام محاسن و فاقده تمام معایق بود، ولی میخواهم این را عرض کنم که تنظیمشان علتی جز احتیاجات مملکت نداشت و در تصمیمشان نظریات شخصی به کار نرسید. با این اختیارات بود که توانستم با محاصره اقتصادی و نبودن عایدات نفت و پرداخت مخارج دستگاه نفت که بار بودجه دولت شده بود و عدم تسلط به قوای مملکتی و مبارزه با مال بیگانه در داخل کشور قریب 2 سال 4 ماه به کار ادامه دهم و مملکت را اداره می‌کنم.